با مهمانانم هر یک آقای رحمت الله بیژنپور، آقای خاور میانه همچنان عبدالشکور سالنگی، آقای روابط بین الملل و نیز آقای راشد رشاد، آقای مسئول ترکیه هم از ترکیه با خود خواهیم داشت. مهمانان عزیز، عرض سلام بر شما، سپاسگزارم از حضورتان. سلام. در طول نیوز خیلی خوش آمدید. آقای بیژنپور، بحث را با شما آغاز میکنیم. درست همه پرسی ترکیه چی را ثابت ساخت؟ خوشبختانه تا اکنون اطلاعات و اخباری که از طریق رسانه هاست نشان میداد که مردم با شور حال یا به اصطلاح یک حسی متمایل به تغییر در ترکیه و سوی یک رفراندوم رفتن و نظر خودشون رو به اصطلاح مطرح کردن. نظر اکثریت این بود که جامعه ترکیه محتاج ایجاد یک دولت باثبات‌تری هست یا دولت نیرومندتری است که کودتای گذشته در واقع به یک نحو تهدیدی سقوط برخی دولت‌های به اصطلاح توأمی با بعضی از اصول و موازین غیر متمرکز را در واقع تهدید میکنه. برعکس افغانستان که ما سعی میکنیم دولت را به اصطلاح بیشتر غیر متمرکز بکنیم و در ترکیه اصرار بر این است که یک دولت متمرکز باید مسلط بشه و حزب رفاه این نظریه را بیشتر تایید میکنه و بیشتر به دنبالش است و ظاهرا انتخابات همه پرسی و نظر پرسی و انتخاباتی که در باب رأی و نظر مردم در باب تغییر قانون اساسی صورت گرفت نشان دهنده این است که مردم ترکیه علاقمند ایجاد یک دولت ریاستی هستند. حالا دیده شد که نتایجش به گونه‌ای مثبت بود، وانچه که خواست اردوغان بود برآورده شد در این انتخابات. از این بعد چی خواهد شد؟ آها، این اشکالی مسئله این است که آقای اردوغان بیشتر در واقع در سالهای پسین جنبه یک به اصطلاح شخصیت الگویی را در خودش داره آماده میکنه و بیشتر به مسابقه یک امپراتور میخواهد به اصطلاح در جامعه شکل بده خودش و به نحو معرفی کنه. در واقع متمرکز خواهی نیز از آن حیث نیست که در ترکیه بسیار زیاد احتمال شکنندگی نظام وجود داشت، بلکه از این نظر است که مخالفان بیشتر نتوانند مانع اصلاحات و به اصطلاح یک سلسله تغییراتی که او میخواهد در نظام ترکیه به وجود بیاره نشن، سعی میکنه که سطح صلاحیت های خود به لحاظ قانون اساسی استحکام بده. و دولت های متمرکز، دولت های ریاستی اتفاقا بسیار زیاد شبیه به دولت های سلطنتی هستند، یعنی به این مفهوم که سلطنت مشروطه در واقع نام دیگرش می توان جمهوری ریاستی باشه. حالا در مورد آیندهش دید و باور شما چی است؟ خب نهاد نظارتی یا نهاد برگزار کننده انتخابات با یک چالش تازه مواجه هست پس از رای پرسی و همه پرسی، به دلیل اینکه اونجا چالش های به ظهور آمده باشد و گویا اعتراض برخی احزاب که دو تا حزب دیگری که از مخالفان اصلی آقای اردوغان هستند، اونا اعتراض کردند که انتخابات بسیار شفاف نیست، مسائل در میانش هست، من جمله او کارت های رای دهی دارای مهر و نشانی رسمی نبودند و این مسئله خب مورد اعتراض است به صورت جدی که روند انتخابات در تحت سایه سلطه سلطان صورت گرفته و یا به عبارت دیگر رئیس جمهور و یه اشراف داشته، بنابراین اونا قانع نیست نه که دو حزب. پس معناش این است که اونا درخواست کردن که ما یک به اصطلاح بازشماری یا بازنگاهی به مسائل کارت های رای دهی داشته باشیم و 60% کارت ها باید دوباره شمار شوند. این معناش این است که خب طبیعی است که یک بخشی از ارقام پس و پیش خواهد شد و تعداد کم و بیش و این مثلا نشان دهنده ای است که انتخابات در کشورهایی که در تقلای تحکیم قدرت هستند و او وضع دموکراتیکشان بسیار زیاد در چالش است یا ضعیف است، اتفاقا روند انتخابات بسیار پاسداری نمی کنند. از این نظر معلوم نیست هنوز که آیا در واقع ادعای مخالفان اصلی آقای اردوغان بر حق است یا نیست، ولی این به اصطلاح بازشماری نشان خواهد داد که تعداد رأی اکثریت برای تغییر قانون اساسی و مسئله تغییر نظام در واقع نظری هست که ساخته شده و حمایتی است و از درون یک تقلب سخن خواهد گفت، یا نه اینکه در واقع یک امر مسلم است و مردم ترکیه نیاز به یک تغییراتی دارند مبنی بر تحکیم نظام و سلطه بیشتر برای صدر رهبری و در حقیقت رئیس جمهور در این کشور. این روند یک روند عادی است در مسئله انتخابات، حتی در انتخابات آمریکا نیز این ادعا به وجود آمد، در انتخابات روسیه نیز مسئله پیش آمد، در انتخابات در کشورهای بسیار دموکراتیک هم اتفاقا به دلایل مختلف یک نوع به اصطلاح حسادت و یا
تلخ کامگی برای کسانی که باختن به وجود میاد. اما ممکن است در ترکیه وضع چنین نباشه. در ترکیه ممکن است که احزاب مخالف اندیشه هاشون بیشتر بر مبنای واقعیت باشه، اما روند شمارش آرا و مسئله کمیسیون برگزاری و نهاد ناظر بر اجرای انتخابات یا همه‌پرسی به یک نحوی به اصطلاح تحت تاثیر قرار داشته باشه. سپاسگزارم شما. آقای سالنگی، پیام این همه‌پرسی به مخالفین حکومت ترکیه هم در داخل و هم در بیرون چی بود واقعا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما. سپاسگزارم. سلام بینندگان محترم تورنیوز. خب هر چی بود بالاخره همه‌پرسی برگزار شد و آنچه که از برایند همه‌پرسی بود جواب بله بود بر اینکه تغییرات گسترده در قانون اساسی بیا که اختیارات رئیس جمهور قوام بیشتر میتوه بیشتر به اصطلاح حالت مؤسسه به خود میگیره. اما یک جدال بین در داخل ترکیه، یک جدال بین اسلام و بین سکولاریزم و همینطور بین ترکیه عثمانی، یعنی عثمانی گرایی، و همینطور ترکیه آتاتورک‌گرایی وجود داره. و از دهه 1980 به این طرف که احزاب اسلامی سر برآوردن و بعد در سال 2002 عملا حزب اسلام‌گرا قدرت به دست گرفت و اردوغان تا فعلا در رأس قدرت وجود داره، این جدال وجود داره و همواره به اصطلاح در یک کنش و واکنش بسیار فعال اینا به سر می‌بردن. کما این که ترکیه به دلیل موقعیتی که در از جغرافیایی در منطقه داره و در جریان جنگ سرد یک فشار بسیار شدید ژئوپلیتیکی بر ترکیه وارد بود از طرف شرق و غرب، او نوع نظامیگری و رشد ارتش در ترکیه هم به نوع بر این جدال افزوده شد. یعنی ما یک سه پایه به اصطلاح در نظر بگیریم، این جدال یک در ترکیه وجود داشت و همواره کودتایی که در ترکیه صورت می گرفت تقریبا با این رویکرد قابل تحلیل است. و همینطور هر از گاهی بین اسلامگرایا و بین بخش بزرگی از ملت ترکیه که هنوز هم به عنوان اسلام و به عنوان یک هویت خود میبینن و لایکیزم میخواد در واقع بنابرای سکولاریزم در ترکیه به قبولانه، این جدال وجود داشت. و اردوغان با قدرتی که در اختیار گرفت بعد از سال 2002 و عملا به نحوی وانمود ساخت که ترکیه را میتونه به طرف ثبات و همینطور به طرف رفاه اقتصادی و به یک ترکیه قدرتمند سوق بده، کمایی که در جریان حاکمیت حزب عدالت و توسعه ما مشاهده میکنیم که ترکیه یک رشد اقتصادی بسیار زیادی را سپری کرد و جایگاه خودش به عنوان یک کشور در این منطقه احراز کرد. اما بالاخره طرف قوی و طرف قدرتمند جانب اسلامگراها بود، جانب کسانی بود که اونا میخواستن بنای ترکیه را قدرت سنتیشه که در قالب امپراتوری عثمانی متجلی بود در طول چرخ نور دوباره اعاده بکنن. و اردوغان با ابزارهای قدرتمندی که در ترکیه داشت و همینطور تحولات منطقه‌ای که در خاورمیانه در چند سال اخیر اتفاق افتاد، بنای تانس دیدگاه خودش روی کرد خودش و آنچه را که در آینده میخواد ترکیه معطوف به او باشه را بالای مخالفین داخل خود ترکیه هم بگونی هم به مخالفین و موافقان این طرف وجود داشتن. مثلا کسانی که موافقین بودن استقبال میکردن و میگفتن که بگونی هم یعنی متوقف میسازد تکرار تاریخ و تجربه های بسیار تلخ حکومت ها در ترکیه از بابت کودتا داشتن. ولی مخالفین هم باورشان این بود که بگونی هم خود این طرح آغاز یک دوره استبداد دیگر در ترکیه میتونه باشه. همین گونه هم در سطح کشورهای منطقه و فراتر از منطقه هم باورا همین گونه بود در مورد این همه پرسی ترکیه. خب این برمیگرده به موضع کسانی که چنین دیدگاهی را اتخاذ میکنن. بنابراین در ترکیه یک دو دستگی و یک به اصطلاح ابهام در موضع گیری ها هم مشاهده میشه. کسانی هستند که مخالف به اصطلاح استبدادی شدن قدرت هستن، اما بنای میخوان که ترکیه به قول شما فرموده شما تجربه تلخ دیگه تکرار نکنه. خب بالاخره باید یکی از دو گزینه انتخاب شوه. یعنی بنای موافقینی که بر زیاد شدن صلاحیت رئیس جمهور تاکید میکردن، اونا خب یک طرفه بودن دیگه، میگفتن بالاخره این ما را به ثبات و به رفاه و همینطور به امنیت دائمی میرسانه. اما موافقین در یک دیدگاه به اصطلاح دو دسته و مبهمی به سر میبردن که از یک طرف میگفتن خب ما نیازمند به اصلاح هستیم برای از اینکه تجارب گذشته تکرار نشه و در دنیای متلاطم امروزی یک ترکیه یک پارچه با یک فرماندهی و سازماندهی واحد ایجاب میکنه که وجود داشته باشه. از طرف دیگه ترس بری وجود داشت که با عملکرد و با دیدگاه های
اردوغان داره و به خصوص بعد از سال 2010 که عملا علیه اتحادیه اروپا قرار گرفت، در حالی که یکی از ادعای بسیار کلان حزب عدالت و توسعه بود که ما باید به اتحادیه اروپا بپیوندیم. خب این نشان می‌دهد که این ترس وجود داره. در کل جهان خواستار چگونه ترکیه بود؟ اینکه نظامش خیلی متمرکز باشه که حالا با این همه پرسی قرار است این گونه شوه، یا ترکیه که در گذشته بود؟ ببینید، ترکیه که در گذشته بود در کانتکست نظام دو قطبی درست عمل میکرد، به نوع یک ترکیه که قدرت تقسیم شده و فشارها از بیرون بر ترکیه میاد و باید این فشارها را دفع بکنه. خب چنین کاری ترکیه کرد و ترکیه موفق ترین کشور در جریان جنگ سرد بود که خودش تانست از تلاطم هایی که در جنگ سرد و از برخورد هایی که در جنگ سرد بین دو قطب بسیار کلان وجود داشت خود نجات بده و اونان یک ترکیه قدرتمند در مثلا برای جنگ سرد ایجاد بکنه. اما امروزه وضعیت فرق میکنه، ما نه دیگه حالت دو قطبی متصلب داریم، البته متصلب هم گفته نمیشه، در بخش خاورمیانه خیلی متصلب بود، و نه هم دنیای به اصطلاح بدون قدرت داریم که ترکیه بخواد هر کاری در این دنیای بدون قدرت بکنه. بنابراین قدرت ها فعلا در خاورمیانه متمرکز میشن و هر کدام از این دیدگاه خاصی نسبت به ترکیه داره. اروپایی ها و ایالات متحده دیدگاه سنتی خود دارن که باید ترکیه به عنوان یک نماینده اسلام معتدل و همینطور دموکرات همچنان آنچه که در گذشته متجلی بود باید تداوم پیدا بکنه. اما دیدگاه های مثلا فکر کنید اد اکثر روس ها بر است که باید ترکیه دیگه از او قالب سنتی برایه و به عنوان یک ترکیه جدید که با همسایه ها و با منطقه که خودش زندگی میکنه بیشتر در تعامل باشه و بیشتر با اینا کنار بیا و همسو باشه، باید در آینده وجود داشته باشه. بنابراین این دو تا دیدگاه هم در رابطه درباره ترکیه وجود داره که ترکیه چه مثلا موضعی داشته باشه یا چه نوع نظامی داشته باشه که این نظام پسندیده برای اروپایی‌ها و برای آمریکا که مؤتلفین اصلی و سنتی ترکیه هستن و همینطور مؤتلفین جدید ترکیه در منطقه شکل گرفته، اینا هم دیدگاه خاص خودشون دارن. سپاسگزار هستم. و آقای ارشاد هم از ترکیه به خود داریم. آقای ارشاد سلام بر شما، وقتتون بخیر. زمانی که نتایج این همه پرسی در ترکیه اعلام شد، در داخل ترکیه چی میگذره و مردم ترکیه چی میگن و واکنش‌هایشون هم چیست؟ سلام عرض ادب میکنم به حضور بینندگان و مهمانهای خوب برنامه تولو نیوز. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت قرار داریم. دیروز طی یک رفراندوم دموکراتیک بیشتر از 55 میلیون انسان اشتراک کردند که در واقع یک بار دیگر ترکیه را یکی از کشورهای حامی دموکراتیک به جهان نمایش گذاشتن و این تعداد اشتراک کننده واقعا نهایتا تمدن و فرهنگ مردم ترکیه نسبت به گرایش دموکراسی نشان دادن. و دیروز در یک فضای بسیار آرام و امن برگزار شد بدون اخلال از سوی هیچ یک از گروه ها و اشخاص سپری شد. واکنش های باشندگان و مردم ترکیه نسبت به نتایج این همه پرسی چی است؟ و کسانی هم که از گذشته مخالفت داشتن با این همه پرسی و تغییرات در قانون اساسی ترکیه، حالا چی میگن؟ خب به هر حال واکنش ها وجود داره، اما بر حد تشنج و ضدیت ها نیست. و به دلیل این که این رفراندوم تکمیل کردن 51% واقعا افراد و رهبرای مخالفین قسما آرام هستند، یعنی تشویشی برای برهمزنی این پروسه وجود ندارد، چون که از مدتها قبل به این طرف دو دیدگاه به صورت جدی روی برنده شدن در این رفراندوم کار میکردن و اینا میدانند در صورتی که کوچکترین عمل مخالفت برای آرای مردم، نظر مردم صورت بگیره، طبعا ترکیه گنجایش پذیرش این همه مخالفت ها را نداره. حالا اینکه حزب اصلی مخالف حکومت ترکیه به گونه مخالفت خود اعلام کرده و گفته که یعنی میخواه نتایج این همه پرسی را به چالش بکشه و گفته که در این جریان تخطی های وجود داشته، باور شما چی است؟ چقدر اینا میتونن تاثیرگذار باشن بر نتایج این همه پرسی ها؟ خب قطعا این مسئله روی یک مذاکره و مفاهمه پیش میره و حتی من فکر میکنم این رفراندوم یکی از رفراندوم های شفاف در منطقه بود که عملا مردم
به اصطلاح شاهد شمارش آرایی که صورت گرفته بود در فاصله حداقل 3 ساعت برنده بازنده معلوم شد و طبعا طرف باخت یک سلسله ملاحظات خود داره، اما آن هم در قالب فضای دموکراتیک حل خواهد شد. حالا انتظارهای مردم ترکیه از حکومتشان چی است بعد از اینکه نتایج همه پرسی هم اعلام شد؟ خیلی کوتاه. خب انتظاراتی که مردم داره و ما مخالفین، خب کسایی که مخالف آرا بودن، بیشتر تعهد آقای اردوغان و تیم حاکمی که وعده و وعیدهایی که دادن برای رسانیدن ترکیه در یک حد بلند اقتصادی و سیاسی در منطقه، اینا را انتظار میکشن و کسایی که رأی هم دادن در چنین اتفاقاتی فکر میکنن که باید ترکیه در سالهای پیشرو یکی از کشورهای با اقتصاد تو خواهی بیژن پور. سلام دوباره بر شما. حالا در مورد اردوغان واضح است که به دیدای متفاوت وجود داشت، از بحث کودتایش گرفته تا سیاستهایی که در ترکیه عملی ساخته. حالا که قدرتش بیشتر شد و به گونه‌ای هم متمرکز شد حکومتش و خودش صلاحیت‌های خیلی زیاد نسبت به گذشته داره، در مورد گام‌های بعدی اردوغان در موارد داخلی ترکیه چی پیش بینی است؟ خب خوشبختانه ترکیه در مسیر انکشاف است و در واقع پا در به اصطلاح میدان توسعه داره و هر روی اگر سیاست های توسعه بنا بشه که دولت ترکیه بتوانه او خطوط و مؤلفه های توسعه را در واقع دنبال بکنه، کشور ترکیه مساعد است برای پیشرفت های مناسب. ولی اگر این اختلافات یا به اصطلاح این زیادت طلبی ها موجب این بشه که احزاب مخالف چالش های بیشتری مطرح بکنن، ناامنی و بی‌ثباتی مسلط خواهد شد. هم در کودتا اندیشه های مطرح بود در دوران کودتا که 10 ماه پیشتر صورت گرفت، اتفاقا اونجا نیز ادعا شد که آقای اردوغان خودش یک نمایشنامه را به اصطلاح با ترتیب کارگزاری کرده است که سطح استحکام قدرت و صلاحیت خودش را نشان بده و البته بسیار جاها تایید کردند، بسیار منابع و شاهدان تایید کردند که نه، در واقع کودتایی در کار بود و آقای اردوغان با تمام مهارت را سرکوب کرد. و در وضع کنونی روند انقلابی موجود در عرصه دموکراتیک برای تحکیم مناسبات حاکمیت در ترکیه نشانگر این است که دولت ترکیه در واقع سعی بر این داره که برنامه های نیرومندتری را به خاطر توسعه اقتدار ترکیه در پیش بگیره. حالا دو تفسیر داریم. یک، آقای اردوغان میخواهد که با حریف های قوی پنجه منطقوی در واقع خودش آماده کنه برای یک سری چالش ها و برخورده ها و از جهت ممکن است مخالفان داخلی که تعلق خاطر با بعضی از نیروها در اطراف ترکیه دارن با اونا نیز به یک نحو خودش خاطر جمع کنه. خلاب. که با باور شما دید اردوغان در مورد کدام یک جدی تر است؟ مسائل بیرونی هم میگذاریم کنار، در مورد مسائل داخلی چقدر باور دارین که حالا جدیت اردوغان نسبت به گذشته بیشتر خواهد شد؟ خب اگر جدیت نکنه و اگر در وضع کنونی یک روش سیاسی مناسب و فعال را در پیش نگیره که وضع بازگشت میکنه، این در واقع مخالفان 50% یا 49% این در حقیقت اگر فرض بفرماییم که کل این روند واقعی بود 49 با 51 بسیار فاصله زیادی نیست، در واقع می توانه وضعیت بازگشت کنه، بهانه های دیگه بگیرن سری مسئله. به خاطر از اینکه فرمایشات دوست ما در باب مسئله ترکیه بسیار دقیق است که سه گرایش مسلط، دو تا تاریخی و دو تا یکی هم گرایشات امروزی وجود داره. یک گرایش و گرایش خلافت و اقتداری است که ترکیه یک زمانی در عالم اسلام مطرح کرده بود خودش، ترکیه عثمانی. دیگه اقتداری هست که در سکولاریسم و پایه‌گذاری یک نظام سکولاری در منطقه در کشورهای اسلامی داره که او هم آتاتورک پایه‌گذارش است. ولی بحران و یا هم جنجال را که خود اردوغان با نظامیان این کشور داره، همین دارم بحث موضوع گولن یکی از مشکلات دیگه است که جنبش گولن هم بگونه چشمگیر فعالیت دارم در ترکیه هم در بیرون از ترکیه، بحث مشکلات با کردا، اینا موضوعات داخلی خیلی جدی در ترکیه شمار میشه، بحث پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا که حالا با چالش روبرو شده. اینا را اگر در نظر بگیریم، اقدام اول، دوم، سوم اردوغان چی باید باشه؟ اتفاقا مانی اصلی اموس، گرچه جامعه اروپا که ما در اروپا بودیم بسیار مدت، بزرگترین بهانه این بود که او حقوق اقلیت ها را رعایت نمی کنه و مسئله کرده ها بسیار جدی بود. البته در ترکیه هنوز هم مسئله تبعیض یا به نحو یک چالش قومی وجود داره که بعضی از
گروه های قومی متاسفانه هنوز هم اقلیت های محروم تلقی میشن، من جمله کردها. اما ترک ها ناگزیرن برای استحکام یک دولت ترکی در نظام بین الملل تلاش بکنن. حالا اولویت های آقای اردوغان این است که اول نظام اقتصادی و سطح معیشت و رفاه را برای ترکیه به وجود بیاره و دوم مسیر انکشاف و پیشرفت به نحوه باید تضمین بکنه در عرصه های تحولات اقتصادی تا ترکیه از او وضعیت به اصطلاح اکلکتیزم یا نوسانیه که به سمت به اصطلاح پیشرفت و شکست داره بیرون براید. مناسبات با روسیه از جهت مناسبات با اسرائیل و شکر رنجی هایی که در اون مسئله پیش آمده بود یا شکر آب شده بود، مناسبات از جهت دیگری هست، مسئله عربستان سعودی، مناسباتش با ایران، موضعی گیری در این وسط، اینا چیزهایی است که برای آقای اردوغان بسیار مهم است. ولی فضا و وضعیت برش تا شاید اجازه میده. خب صلاحیتش افزایش پیدا کرده، ولی وقتی که مقایسه را که شما داشتین در مورد موافقان و مخالفان این همه پرسی، چقدر در داخل ترکیه آقای اردوغان واقعا یعنی حمایت میشه؟ یک نگرانی وجود داره که اون مسئله تحول لوت مصر پیش نیاید، در حقیقت تغییرات و کسب صلاحیت هایی را که آقای مرسی مطرح کرده بود که در دولت مصر به وجود بیاره، ناگهان زمینه برای یک تغییرات خطرناک برای برگشت به وجود آمد و برگشت صورت گرفت. نظام ها و طرف هم کشورهای حامی بیرونی و نحوه زمینه را محدود کردن. ترکیه نیز در همین شکست و ریخت به اصطلاح در آزمونش هست. اگر آقای اردوغان پا از پاچه خلاص بکنه، یعنی به این مفهوم که یک گام اشتباهی حرکت بکنه، هم در داخل نیروهایی برای مانع کار پیشرفت او وجود داره و هم کودتای واقعی در راست. این در واقع نظامی ها ممکن است کار دیگه انجام بدن. تحکیم اقتدار آقای اردوغان برای نظامی ها تشویش است، به خاطر اینکه او سطح صلاحیت ها و در واقع تاثیرگذاری بر سر تعیین وضعیت و نظام در ترکیه از سوی اردو و بعد حالا وضع کنونی که او قدرت برمیگرده برای رئیس جمهور و بعد عرصه نظامی یک عرصه دفاعی و در حقیقت دفع تهاجم خواهد بود و بس، که در سیاست شامل نیست، این یک دیگرگونی است که در فکر خیلی کوتاه. آقای بیژنپور، چقدر باور دارین اردوغان وضعیت درست مدیریت میکنه از این بعد؟ تا هنوز اگرچه اردوغان ثبات را در واقع بیشتر جانب داری کرده با تجربه‌ای که از کارکردش در گذشته داره، چی پیش می، یعنی در واقع تمام این ادعاهایی که در حال حاضر آقای اردوغان مطرح میکنه پا در یک نوع اعتماد به نفس داره. این در واقع احساسش این است که ترکیه را مسلط شده و به نحوی میتونه به درستی ترکیه را اداره کنه. سپاسگزارم شما. آقای سالنگی، در بحث سیاست‌های خارجی ترکیه از این بعد اقدامات ترکیه چه خواهد بود؟ حالا اردوغان با دست باز میتونه تصمیم هم بگیره در بسیاری از موارد، به ویژه در بخش روابط خارجی ترکیه با کشورها. خب در بخش آنچه را که در بخش سیاست داخلی اردوغان امکان داره با دست بازتر با اعتماد نفس بیشتری به فرموده استاد روی دست بگیره، فکر کنم در سیاست خارجی کمتر میتونه چنین بلند پروازانه عمل بکنه. به دلیل از اینکه ترکیه از لحاظ تاریخی در اردوگاه ناتو و ایالات متحده و اروپا به سر میبره و رشد اقتصادی که ترکیه داره، که تا گفته بشه ترکیه دیگه از اردوگاه کشورهای در حال توسعه صعود کرده بر اردوگاه کشورهای صنعتی و پیش بینی میشه که تا سال 2025 یا 2030 ترکیه به عنوان یک کشور صنعتی عملا ارزی وجود بکنه. اینا همه در گرو یک داد و ستودی است که ترکیه با غرب داشته در طول نیم قرن گذشته و اردوغان نمیتونه با روی کردی که امروزه داره، یعنی تقابل با اتحادیه اروپا و دوری جستن از ایالات متحده، همچنان بتونه در این راه استوارانه و همینطور بلندپروازانه گام برداره. خب یکی از دلمشغولای اصلی مردم ترکیه که بخش بزرگی از مردم ترکیه امروز به اصطلاح طبقه متوسطش تشکیل میده و طبقه متوسط ترکیه که از سال 2002 به حزب عدالت توسعه همچنان چشم امید دارن و از حزب اصلی که از سال 2025 بر ترکیه تقریبا حاکم بود که بنیانگذار شاه اتاتورک بود، حزب جمهوری خلق‌ها، به اینا پشت کردن به دلیل همین سیاست‌های اقتصادی ترکیه بود که رشد اقتصادی ترکیه را به صورت بسیار فورانی بیشتر ساخت و مردم دلگرم به این شدن که بالاخره حزب عدالت توسعه میتونه ترکیه را به عنوان یک کشور قدرتمند و یک کشوری که در او دیگه بیکاری نباشه به اصطلاح در منطقه تسجیل بکنه. خب با این مشکل اردوغان باید محتاطانه عمل بکنه در قبال رویکردش با ایالات متحده، با اروپا و در کل با ناتو،
که ترکیه که امروزی ما شاهد از هستیم، که یعنی قبل از این همه پرسی ترکیه درست یک جایگاه بسیار مشخص نداشت، یک روز نزدیکی با ناتو، یک روز نزدیکی با آمریکا، یک روز در مخالفت شدید با روسیه، دیگر روز هم سفر به روسیه و ایجاد روابط نیک میان ترکیه و روسیه. درست اقدام بعدی اردوغان باید چی باشه؟ به خاطر این که هم در داخل مشکلات خود را داره و هم بتونه که با استفاده از صلاحیت هایی را که داره جایگاه ترکیه را در سطح منطقه و کشورهای فراتر منطقه حفظ بکنه. ببینید، ما میخوام یک شباهت تاریخی بین امروز بین گذشته ترکیه خدمت شما عرض بکنم. در قرن 18 و 19 ترکیه عثمانی مدیون سیاست های امپراتوری بریتانیا بود در منطقه، یعنی تا جنگ جهانی اول عثمانی دوام آورد، با وجود از اینکه ما به عنوان خلافت اسلامی زیاد میکنیم عملا فرو پاشیده بود و فقط ایرا انگلیس ها نگاه داشتن به دلیل اینکه روسیه نتونه به آبهای آزاد مدیترانه دست پیدا بکنه. دقیقاً ترکیه بعد از جنگ جهانی دوم چنین به اصطلاح حالت به خود گرفت که ایالات متحده و اروپا به عنوان یک سپر از ترکیه استفاده کردن تا جلوگیری بکنن از نفوذ شوروی بر خاورمیانه و شمال آفریقا. اما امروز دیدم میشن که رقابت ها میان روس و آمریکا یعنی شرق و غرب افزایش پیدا کرده. عرض میکنم امیر، خب اگر ما مثلا اونچه که در جریان جنگ سرد به صورت متصلب وجود داشت کنار بگذاریم، اما امروزه حداقل در بود خاورمیانه باز دوباره یک رویارویی در سطح بر قدرت ها میتونیم لحاظ بکنیم، یعنی یک فشار بسیار شدید از جانب روسیه و از جانب ایالات متحده که ناتو باشه. خب از اینجا وقتی که ترکیه که امروزه ما شاهد از او هستیم و بنان یک ترکیه قدرتمند که از لحاظ نظامی درجه بسیار خوبی دارد، جایگاه بسیار خوبی در سطح کشورها دارد و تضمین بقای ترکیه هم بودنش در ناتو بوده در طول چند دهه گذشته، خب ترکیه ناگزیر است که باید به او به اصطلاح پشتیبانی سنتی خود همچنان اعتنا داشته باشه و گوش به فرمان باشه و الا اگر قرار باشه که ترکیه یعنی اردوغان همچنان بلند پروازانه و به دور و بدون مشوره و همینطور ائتلاف ایالات متحده بخواد کاری انجام بده، خب طبیعی است که ترکیه در یک به اصطلاح باتلاق گیر میمونه که در او باتلاق دیگه نمیتونه خودش نجات بده، چون فشاری که بر ترکیه وجود داره از هر جهت ترکیه را به طرف فروپاشی اگر نگوییم به طرف بیژن پور واضح گفت که یعنی میزان موافقان و مخالفین بسیار فرق زیاد از یک دیگه نداره. با توجه به مشکلاتی هم که نسبت به این ریفراندوم و نگرانیایی هم که نسبت به ریفراندوم و افزایش قدرت اردوغان در بیرون از ترکیه وجود داشت و بحث مداخله کشورهای دیگه هم که در قضایای ترکیه گفته میشه، چقدر یک بانه دیگه شده به اون کشورهایی که بین دخالت بکنن در ترکیه و پایان نقطه پایان بگذارن برای ادامه کار اردوغان؟ خب ما دقیقاً بخش دیگر قضیه که باید ترکیه اردوغان محتاط باشه همی بحث وضعیت داخلی است، یعنی نزدیکی بیش از حد به اصطلاح آرا نشان میده که مخالفین همچنان مستعد از این هستن که اینا توسط بیگانه توسط بیرونی ها دوچار آشوب بشن، مثلا دوچار کشیدگی شوه، قطبندی در ترکیه صورت بگیره. کما اینکه قطبندی صورت گرفته، عملا در داخل ترکیه یک نوع کمالیسم و همینطور نوع عثمانیگری وجود داره و کافی است که کسی از بیرون بیاید در واقع چوب پیش بکنه تا آتش مشتعل شوه و به نوع ترکیه را درگیر بحران بکنه، که این بحران منجر به این شوه که اردوغان نه تنها که دیگه سیاست برای توسعه نداشته بلکه برای مهار از این بحران با آقای بیژن‌پور عملا موافق هستن که ترکیه هنوزم با چالش جدی روبروست. ببینید، ترکیه هم در از لحاظ داخلی با چالش بسیار شدید روبروز، با یک آزمون روبروز و از لحاظ منطقه‌ای به دلیل فشاری که عرض کردم خدمتتون بر منطقه خاورمیانه و به خصوص ترکیه، اهمیت ترکیه وجود داره، همچنان ایالات متحده خیلی ناظر بسیار دقیق سیاست های داخلی اردوغان است تا اردوغان دست از پا خطا نکنه و آنچه را که ایالات در طول نیم قرن سرمایه گذاری کنه او را به هدر نکنه. سپاسگزار هستم آقای عبدالشکور سالنگی، آقای روابط بین الملل، آقای رحمت الله بیژن‌پور، آقای خاورمیانه و همچنان آقای راشد رشاد هم سپاسگزاری میکنم که در ابتدای این بحث با ما بودند.